یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. همونطور که میبینین اینجا شکرستانه و از غذا امشبم شب مهتابه. ولی ماجرا چیه؟ دوستان توجه کنید، دارم هشدار میدم، یه شبکه پلید سرقت در شکرستان داره خونه ها رو خالی میکنه. وای وای وای، نگو داروغه، گفتنش هم حال منو بد میکنه. اگه نگم پس چطوره هشدار امنیتی بدم؟ خواجه فرزان یه چیز بگی. آخه ما که تو شکرستان از این حرفا نداشتیم. همینو بگو. بله، سرقت و کارهای غیر اخلاقی بی سابقه است آقا، مگه میشه؟ مثل اینکه شده دیگه. بله سابقه نداشته، ولی حالا بالاخره یه دزدی پیدا شده که ناغافر شب از دیوار مردم بالا میره و دزدی میکنه. خوب شد به ما خبر دادی داروغ جان. من به همه محله خبر دادم، با همکاری اهالی محل بالاخره میشه این دزد بیشتر رو بگیریم و آداب انسانیت بهش یاد بدیم. آخه دزدی هم شد کار. همینو بگو. پس من از امشب سکه‌امو میذارم تو بالش. به این چیزا نیست خواجه فرزان، همه باید دست به دست هم بدیم که این دزد رو بگیریم، نه اینکه هر کی فکر مال خودش باشه. مال همسایه عین مال خود آدم جانم. بله نکته همینه. منم اومدم بگم لطفا یه نفر رو بین خودتون انتخاب کنید که به گشت محله کمک کنه. گشت محله چیه؟ فکر من بود. توجه کنید اگه هر محله یه رئیس گشت انتخاب کنه تا با همیاری بقیه آقایون یک هفته گشت همه جانبه بذاریم، بالاخره این دزد رو توی تله بیندازیم و آرامش دوباره به شکرستان بر میگرده. خب این که دیگه مثل روز روشن، رئیس این محله کی باید باشه؟ بله مشخصه. آفرین، پس شما انتخاب کنین، من برم به بقیه محله ها توضیح و هشدار بدم. دوستان به عنوان رئیس محله بذارین برنامه گشتم رو اعلام کنم. چطور شد خواجه فرزان؟ داروغه گفت همه انتخاب کنیم، خودت بریدی و دوختی. بنده از خیاطی و برش و دوزش اطلاع ندارم، ولی این ریاستی که داروغه گفت جامعه که اندازه قامت بنده است. ولی خواجه فرزان همه محل باید نظر بدن، بعدش هم الان رئیس کی باشه مهم نیست، مهم گشته. آفرین به خواجه چیزفهم، منم معتقدم گشت مهمه، اما با ریاست من. اینجوری خواجه فرزان. پس میخواستی چه جوری باشه؟ اگه تو خودتو رئیس کردی منم خودم رو رئیس میکنم. اگه گشت بزنی گشت میزنم. پس گشت بزن تا گشت بزنیم. وای آی دوست، آی دوست، چرشکی کاری نمی کنه دوست. الان جو ریاست خواجه اقبال. برو زنگ بزن به داروغه خبر بده تا ببینیم عاقبت این محله چی میشه. سمد زنگ بزن به رفقات بگو من دارم یارگیری میکنم، هر کی یار گروه من نشه یار گروه اون میشه. اون کیه خواجه فرزان؟ اون یعنی رقیب من. کی میخواستی باشه خانم؟ خواجه الماس. بابا جو مگه سی بازیه که میخوای یارگیری کنی؟ تو پسر من هستی یا نیستی؟ هستم دیگه. پس طرف منی، هر یاری بیاری تو گروه من بهت پورسانت میدم. آخه خواجه فرزان مگه مسابقه است؟ برای من هر چیزی یه مسابقه است خانم. میخواد بگه رئیس محلت نخه، امکان نداره. سمد زنگ بزن برام یار بگیر ببینم. دیگه به کی زنگ نزدیم خانم؟ به ننه قمر. پس اونم زنگ بزن. وا آخه خواجه الماس، ننه قمر که نمیتونه بیاد تو محله گشت بزنه. خب به شکل افتخاری تو گروه من باشه خوبه، هرچی بیشتر بهتر. چرا؟ چون من از اون خواجه فرزان رئیس ترم. زنگ بزن. آنانه الو، کی هست این وقتی شد؟ منم ننه قمر. تلا آگروهی چی چی ننه؟ آگشتی محله؟ آننه دوز؟ آننه راوی؟ این قصص یا من دارم خواب میبینم ها؟ متاسفانه قصمونه ننه قمر، این دفعه یکم شلوغ پلوغی داره. آننه چشم روشن، برای محله رئیس انتخاب میکنن، آب من نمیگوهن. ای بابا مشکل شد سه تا. آننه پچند تا؟ اینجا شکرستان، مراسم یارگیری کنان.
دو رقیب در چشم هم خیره شدند. چه کسی میتواند رئیس باشد؟ من پرستو برمیدارم. بابا چی؟ من پسرتم. هیچکی تو رو بر نمیداره، اول و آخرش تو گروه منی. من رمزون و شعبون رو برمیدارم. صبر کن ببینم، رفقای منو ازم جدا میکنی؟ بابا چی؟ ندیدی بابای من پسرش جا انداخت؟ دلم چی شکست. بس حالا که دوتایی شد، منم براز و آهنگر رو برمیدارم. بابا من چی؟ پسر خودتم. من فقط یار قوی میگیرم. پس منم سمد و بهادر رو برمیدارم. سمد پسر منه. میخواستی زودتر برداری سمد؟ بیا پیش عمو. آقایون حواستون هست که مسئله اصلی الان اون دزده است؟ باید اونو بگیریم، نه این که مسابقه محله را بندازیم. منم خواجه اقبال رو برمیدارم. بریم بابا. من آدم نیستم، هیچکی منو بر نمیداره. دوست من، الان مسئله اصلا یه چیز دیگه است. مسئله هرچی میخواد باشه، چرا به من گدای در به در اعتنایی نمیشه؟ چرا؟ بیا تو گروه من. نه گروه من. بلم کن. این داستان از دست من خارج شد، میرم به داروغه میگم. آنانه من سرا تو این بازی نقشی موثر ندارم. آکی گفتست که بدونی مشورت با من رئیس انتخاب شد؟ نده خبر، این چه حرفی آخه؟ رئیس محله چیه؟ من فقط گفتم یکی مسئول هماهنگی بشه تا ما این دوست رو توی تله بندازیم. آنانه تو گفتی و منم باور کردم. زوابی زحمت های من برای شیکر رسون این بود ننه؟ خب منو تحویل نگرفتی ننه؟ اخ باردن به دادم بلسین، دارو ندارم و باردن تو روز روکن دکونم رو خاری کردن. داروغه این چه وضعیه؟ دوز بازاره؟ چی شده جانم؟ مگه من اطلاع ندادم با همیاری هم؟ همیاری چیه داروغه؟ دلت خوشه؟ بازار و محلمون جنگه. جنگ؟ بله، الان دارو دستی خواجه فرزان و دارو دستی خواجه الماس دارن سر محدوده گشتشون جنگ میدانی میکنن. خواجه اقبال منو فرستاد نیروی کمکی بیارم. ببینم محدوده گشت چیه. آنانه وقتی میگوام کارا نسپردهی به کاردون که من باشم، همه این میشه دیگه. بریم تماشا کنیم ننه. من میگم کی کجا وایسه. نخیر، من بهتر میدونم چی به چیه. من میگم. من شکرستانو مثل کف دستم از برم. کجای کاری داداش؟ من کجای کارم؟ یاران من محدوده گشت و محاصره میکنید. حالا دیگه جلوی من دار. ما که جلوی شما در اومده. به من نگوستو، ما دیگه هیچ نسبتی با هم نره. محدوده گشت واسه ما. محدوده ما شما نداره که. اصلا کی ما رو انداخت جونم؟ پات بذاری تو محدوده من با این چماق طرفی. اخه بابا من چی؟ پسرتم. حالا من رئیس گروه هم پسرم، وظایفم با هم مخلوط شده. برو کنار پسرم، در این محدوده نبینم. بله بله، بفرمایید. اینجا چه خبره؟ داروغه ما هم نمیدونیم چه بچه‌ایه. الان نرگس خانم زنگ زد گفت خونه خواجه فرزونو دوز زده است. چیو زدن؟ خونه من. وای زگیام، ثروت مخفیم. یه زگیم نذاشته تو والشم بمونه، دلم خوش باشه. خواجه فرزون اینقدر به خودت فشار نیار. فشار نیارم؟ ای وای، شما چرا به عمق فاجعه فکر نمی کنین؟ ای وای 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 وای. آنانه عمق فاجعه این است که برای یه سکه دو سکه دراز به دراز بیفتی و سنگکوب کنی. سکه من، سکه های بیزبون من از لای پر قدر آورده برده. اونم تو روز روشن از قرآن بندو این دوست بیشن اعتماد به نفس زیاد شده که دیگه شبانه روز داره دوست میکنه. وقت ما چیکار میکنیم؟ آنانه به زونی هم میفتین اون وقت این دوزه ها راه تا بی درد سر آت سب برد آر راست بیاد مالی مردمو ببه.
بره. داروغه داروغه، تو گفتی مراقب باشیم و... از ما گفتن، از شما هم نشنیدن. وای 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 وای، اینقدر به خودی فشار نیار خواجه فرزان. اصلا چی؟ من رئیس میشم، بریم نگهبانی بدیم. دیگه الان میخوای رئیس چی باشی؟ بذار تموم شد، اومد برداشت برد. کاریه که شدی؟ اونم در دوران ریاست خودت، واقعا جای تأسف داره. ریاست من یا ریاست تو؟ بس بابا کافیه، ایست. به جای اینکه به حرف من گوش بدین، بازیتون گرنده. آقا من گفتم با هم همیاری کنین، گفتم مراقب مال و جان محله باشین. عوض شما رئیس بازی در آوردین. آنانه جیریم رئیسم بودین، آیه بندم گستم به ندارین. آن نکنه شما کم بودی توضع دارین. من از صبح تو شب دارم به خواجه فرزان توجه میکنم، چه توجهی دیگه؟ ریاستی در کار نبود، مشورت و همیاری بود و یه نفر که بقیه رو هماهنگ کنه برای این نگهبانی. شما برداشتین جنگ و جدار را انداختین. بیا اینم نتیجه. اونم چه نتیجه ای؟ دزد بیشرم به بادشاه خواجه فرزان دست برد زد. ای وای 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 وای، اینقدر به خودش فشار آورد که بیا باز فشارش افتاد. آنانه ولش کن، الانه باز یه راهی بزوریم که دوزی بیشتر ما پیدا کنیم. آنانه دارو تاره چی چیست؟ اگه این دفعه همه همیاری کنن و طبق نقشه من نگهبانی بدیم، شاید بتونیم دوز بیشتر رو توی تله بندازیم. پس بجون بین وقت رو تلف نکنین. اینجا شکرستان، زنگ همیاری اهالی محله. خب همه خواجه اقبال انتخاب کردین، دیگه گروه گروه نشین. سوالی دارین بفرمایید. محدوده گشت ما کجاست؟ محدوده گشت شما محله است، ولی باید هماهنگ باشید. داروغه این دوزه چه شکلیه اصلا؟ اطلاعی در دست نداریم، هر آدم بشکوکی میتونه دوزه بی شرم مورد نظر باشه. داروغه اگه گرفتیمش تا میخوره بزنیمش حالش جا بیاد. نه خیر، بنده رو خبر کنین، ما دوست بیشرم رو به دست قانون میسپاریم تا تکلیفش قانون مشخص کنیم. آی داروغه، زنگ چی؟ تفریم داریم. زنگ تفری؟ اما چی؟ صبحانه، نهار، شام دیگه. خب بقیه سوالاتو رو از خواجه اقبال بپرسین، همه با خواجه اقبال هماهنگ باشین، طبق برنامه مشترک عمل کنیم. همه جا چی؟ امن و امانه. نگهبان چی؟ شب عبور میکنه. دستا چی بالا؟ سیاهی کیستی؟ منم بابا، برای چام آوردم. میگردم آ میگردم، تو کوچه ها میگردم، دنبال دوز میگردم. مخلص خاجرماس، دوزد بی شرمو ندیدی؟ نه این برم بود، اون بر چی هم؟ اون برم مثل این ور. پس با هم بریم یه بر دیگه. نه باید طبق برنامه مسیر خودمونو بریم بگردیم. آنانه دیدی منم میتونم جنش بزنم؟ نه نه من فکر کنم با سخونداغ اسکندر رو عوض کنی. آنانه دست درد نکنه، خود زحمتش رو بکش. اما گیستم هنوز داری میخوری؟ شام و صبونه رو چی یکی کردم، نوبت منه. مرد پرنده که میگن اینه. مرد پرنده چی بابا؟ فیلمه دیگه. الان واقعیته. آها، چون من شب نگهبانی دادم یکم قاطی کردم. صبح بخیر. شما؟ من مرد پرندم دیگه. پس یافتمون خوابیم سمه. ما رو چی سر کار گذاشتی؟ خودتو معرفی کن. بچه این محلی؟ نه تو آره چیه داداش؟ آی چی دار؟ موقعیت براز براز، ارباز ارباز داره به سمتت میاد. وای نمیتونی در بری، کیسه رو بنداز تسلیم شو. تسلیم شدم، تسلیم. انا بدین دست قانون. ببین خواجه فرزان، خواجه اقبال با خبر خوش اومده. شکه ها؟ بله شکه هاتون از جوزه گرفتیم، دست داروغه هست. رنگشونم نپریده بود. آقش دوباره باید به زندگی سلام کنم. اون دوست بیشرم چی شد؟ با همیاری اهالی محل به دست قانون سپرده شد و حالا حالا ها توی زندان شکرستان باید آبخونک نوش جان کنید. آخش
پس دیگه خطری بالش های پرقوی منو تهدید نمیکنه دیگه. بالاخره کار از محکم کاری اب نمیکنه خواجه جان. با اهالی محل تصمیم گرفتیم برای امنیت بیشتر محل هر شب یه نفر داوطلب بشه یه دوری توی محل بزنه. با هماهنگی خواجه اقبال. بله بله، احتیاط شرط عقله. دوشنبه نوبت شماست. من که میبینین دوران نقاهت رو طی میکنم. به جای من دو هفته صمد بیاد، بعدش خودم میام همیاری میکنم. خب اینم قصه همیاری که تعریف کردیم. حق به حقدار رسید، سکه به بالشت. شهرم که حالا در امن و امانه. میمونه قصه بعدی که به زودی از راه میرسه.